صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونسف میگوید که از آغاز ماه جنوری در 17 ولایت کشور بیش از 2.5 میلیون تن به خدمات صحی دسترسی پیدا کردند و همچنان مسئولان وزارت صحت میگویند که این خدمات در 231,000 مرکز صحی در ولایت های مختلف به ویژه در مناطق صعب العبور صورت گرفته است. یونسف تقریبا در حدود 17 ولایت مراکز صحی 17 ولایت ما را فعلا به پیش میبرند و قراردادشان گرچه از ماه نوامبر شروع شده و برای 8 ماه بوده، اما از سوی دیگر شماره از مریضداران از خدمات صحی در شفاخانه‌های دولتی شاکی‌اند. میگویند به شفاخانه‌های خصوصی که امکانات بیشتر دارند به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند مراجعه کنند. شفاخانه دولتی آمدیم، شفاخانه دولتی حالا آدم دان دروازه که داخل میشی رفتار نیک برات نمی‌کنند. دکترها هستند، دکترها اخلاق طبابت خواندن ولی اخلاق طبابت ندارند. مریضای خود بسیار اگروی زشت میکنند. تجهیزاتشون دیگه خودشون چیز ندارن، امکانات ندارن، باید برشون امکانات داده شد. شفخانه ابن سینا نمونه از ده ها شفخانه دولتی در پایتخت است. با گفته مسئولان اینجا روزانه تا 150 بیمار مراجعه می کند. اما این شفخانه نیز همچون دیگر مراکز صحی دولتی در کشور با کمبود ادویه، تجهیزات صحی و عدم بودجه مالی با مشکل مواجه است. آنها مقدار موادی که از قبل برای ما آمده ذخیره شده بود که برای همین مریضای وخیم مصرف میشد، تقریبا شاید در حدود 30% باقی مانده باشد که آنها را برای مریضای وخیم استفاده میشه، اما متباقی در حال پروسس است، هنوز دیگه چیزی برای ما نامده. 4 ساعت ما الا 120 الا 150 مریض به طور اوسط در بخش عاجل میبینیم. بیشتر سازمان صحی جهان از فروپاشی نظام صحی افغانستان هشدار داده بود. با گفته این سازمان در حال حاضر تعداد زیاد از مراکز صحی در افغانستان در خطر بسته شدن قرار دارد که میتواند دسترسی 90% مردم به مراکز صحی را قطع کند.